اون چه که میگه از روی وحیه، ما ینطق عن الهوا. کسی حق نداره دیگه به پیغمبر اعتراض کنه، بگه من این قسمت رو قبول دارم اون قسمت رو قبول ندارم، من همه حرفا شما رو قبول دارم غیر ولایت علی ابن ابی طالب، من همه حرفا شما رو قبول دارم غیر صلح حدیبیه. این درست نیست. شیطان مگه مشکلش چی بود؟ شیطان که منکر خدا نبود، شیطان که منکر قیامت نبود، شیطان که منکر عبادت نبود، هم به خدا قسم خورده، هم از قیامت اسم برده، هم 6000 سال عبادت کرده، یه کار خدا رو تسلیم نشد، گفت من سجده در مقابل آدم نمی کنم، کافر شد. اگر کسی، این صریح قرآنه، سوره نساء آیه 65 قرآن رو باز کنید ببینید، دو نفر سر آب دعواشون بود، رفتن پیش پیغمبر، یکیشون زبیره که پسر عمه پیغمبره، یکیشون هم یه غریبه است. پیغمبر به نفع زبیر قضاوت کرد، حق با زبیر بود. اون شخص غریبه وقتی اومد بیرون گفت من حکم پیغمبر رو قبول ندارم، العیاذ بالله، پارتی بازی کرد، تو فامیلش بودی، به نفع تو رأی داد. آقایان خواهران، من خواهشم اینه باز کنید قرآن آیه 65 سوره نساء رو ببینید چقدر تنده. خدا میگه فلا و ربک، قسم خورده، به خودم قسم، لا یؤمنون. اون کسی که گفت پیغمبر پارتی بازی کرده قضاوتشو قبول ندارم، کافره، ایمان نداره. لا یؤمنون حتی یحکمون که فیما شجره بینهم. ببینید انکار جزء مثل انکار کل. شما چه یک شماره جدول رو حل نکنید چه همشو. دین یه پازله، یه جدوله، یه مجموعه است. نمیشه شما بگی من یه قسمت رو قبول دارم یه قسمت رو ندارم. ببینید این روایت امام صادق علیه السلام خیلی روایت صریحی است. این روایت در ذیل همین آیه 65 تو تفاسیر اومده. امام صادق فرمود لو ان قوما عبد الله، اگر یه قومی بندگی خدا کنن، وحده، موحد باشن، مشرک نباشن، و اقام الصلاه، نمازاشون هم مرتب بخونن، و آتوا الزکاه، زکات هم بدن، و صاموا شهر رمضان، کل رمضان هم روزه بگیرن، یعنی آدمای نمازخون و روزه بگیر و خمس بده و حج برو و همه چیز رو رعایت کنن، ثم قالوا لشیئن صنعه الله و صنعه النبی، یکی از کارهایی که خدا کرده یا پیغمبر کرده بگن ما اینو قبول نداریم، یا رسول الله ما ولایت حضرت امیر رو قبول نداریم تو این کارو کردی، یا رسول الله این آقا رو گذاشتی مسئول ما قبول نداریم. اگر منکر یک کار، یا بگی آقا ما همه اسلام رو قبول داریم، خمس رو قبول نداریم، همه اسلام رو قبول داریم، حجاب رو قبول نداریم، انکار کنه، نه رعایت نکنه ها، رعایت نکنه غیر از انکاره، بگه قبول ندارم. امام صادق علیه السلام فرمود فکانو بذالک مشرکین، این مشرک میشه، و تلا هذه الآیه، بعد او وقت این آیه 65 سوره نساء رو امام تلاوت کرد. من دو تا مثال براتون بزنم از این قصه. در صلح حدیبیه پیغمبر گرامی اسلام آمدن، خب بنابر مصلحتی صلح و قبول کردن، قرار بود برن مکه، نشد، مشرکین اجازه ندادن، حضرت پای صلح و امضا کرد. بعضی ها اونجا گفتن ما این صلح و قبول نداریم، به اسلفت، بد پیروزی بود، ما لطمه خوردیم، اعتراض کردن. نمونه دوم، پیغمبر اکرم میخواست بیاد جنگ خیبر، یک کسی رو گذاشت جانشین خودش تو مدینه، گفت شما جانشین من باش. یک کسی بلند شد گفت یا رسول الله ما این آقا رو قبول نداریم، یکی دیگر رو بذار، اینی که ما میگیم بذار. خیلی پیغمبر ناراحت شد. آیه نازل شد بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، از خدا و پیغمبر جلو نیفتید. وقتی پیغمبر میگه مثلا عبدالله ابن ام مکتوم جانشین من تو مدینه، چرا شما اعتراض میکنی؟ میگه صلح، چرا اعتراض میکنی؟ حالا
جلوتر که میریم بدتر میشه. مثلا تو احکام پیغمبر اکرم یه جنگی اومدن تو مارمزون، از مدینه آمدن بیرون، یه مقداری که دور شدن روزشون رو باز کردن، آب خوردن، دست مبارک بردن زیر آب، آب خوردن. خیلی اصحاب تعجب کردن، ما رمضان پیغمبر آب خورد، بابا مسافره، فرمود ما مسافریم، شما هم روزتون رو باز کنید. بعضیا گفتن ما روزمون رو باز نمی کنیم، پیغمبر باز کرده بکنه. خیلی نادانیه، خیلی جهالته. فسماهم رسول الله اسات، پیغمبر فرمود شما نافرمانید، اساتید، آسی هستید، آسی با عین، اساتید. بابا پیغمبر روزه باز کرده، پیغمبر سلطه پذیرفته، اگه معصوم نمیدونید اشکال تو مبنا دارید. و الا حضرت داره تو جنگ حنین غنیمت تقسیم میکنه، پیغمبر گرامی اسلام نشسته داره غنیمت حالا صلاح دیده به کسی بیشتر کمتر. یکی از همین منافقین اومد جلو گفت یا رسول الله اعدل اعدل، عادلانه تقسیم کن، درست تقسیم کن، کم و زیاد نکن، حرام حلال نکن. ای بابا، کسی به پیغمبر میاد این حرفو بزنه؟ این پیغمبر خودش حلال و حرام آورده، خودش دین آورده، خودش به شما گفته حرام چیه حلال چیه، معصومه. ببینید کسی فکر نکنه انتقاد. بله شما یه وقت یه سوالی داری میره سوال میکنی، مالک اشتر یه شبهه‌ای براش پیدا شده بود از امیرالمومنین که چرا امیرالمومنین فرزندان عباس رو بهشون مسئولیت داده، به سه تا از بچه‌های عباس امیرالمومنین حکم استانداری داد، هم عبدالله ابن عباس، هم عبیدالله ابن عباس، هم یکی دیگه‌شون، یکیشون یمن، یکی مکه، یکی عراق. ایشون اومد سوال کرد گفت یا امیرالمومنین چرا شما به این سه تا مسئولیت دادی؟ بعضیا میپرسن، آقا توضیح دادن براشون، فهمیدن به خاطر این نیست که پسر عموی ما هستن، به خاطر خلاقیتشون، صلاحیتشون، توانمندی دارن. سوال عیبی نداره، اما انکار. به پیغمبر میگه اعدل اعدل، رسول خدا فرمودن ویهک، وای بر تو، ان لم اعدل فمن یعدل، پیغمبر عادل نباشه کی تو این جامعه عادله؟ که البته خود همین آدم جزو خوارج شد و بعدن تو جنگ با امیرالمومنین به درک واصل شد. ببینید چی میخوام عرض کنم، یکی از نکاتی که از این آیه 47 سوره نور استفاده میشه اینه ما باید در مقابل حکم خدا و پیامبر تسلیم باشیم. ممکنه سوال بکنه آقا فلسفه خمس چیه مثلا، اگه بلد باشن جواب بدیم. آقا فلسفه مثلا، بعضی هم آدم نمیدونه فلسفه 17 رکعت نماز چیه، ممکنه ندونیم. فلسفه 7 دور طواف چیه، ممکنه ندونیم. چه بدانیم چه ندانیم، انکار احکام، انکار قضاوتهای معصومین، انکار روایات و احادیث و در رأس آیات قرآن، این شرکه، این کفره. بدتر از این دروغ نسبت دادن به خدا و پیغمبره. وای وای، اگه روزه باشه آدم روزش باطله، فرق نمیکنه. اگه متعمد باشه که حکمش خیلی عجیبه، اگر کسی نسبت دروغ بده به پیغمبر. یه وقتی این داستان تو منابع اومده، یک آقایی رفت خواستگاری زمان پیغمبر از یه دختر خانومی، اونا بهش ندادن، دختر رو بهش ندادن، گفتن حالا مثلا شرایط فراهم نیست، یا شما این شرایط ازدواج نداری، حالا به هر دلیلی نپذیرفتن. اینم خیلی دختر رو میخواست، هست تو منابع اومده این قصه. فرداش رفت در خونه اون خانم و اون پدرشون رو زد، پدرش اومد گفت مگه ما دیرو به شما نگفتیم ما دختر به شما نمیدیم؟ گفت چرا؟ امرو پیغمبر منو فرستاده. دروغ گفت، گفت پیغمبر منو فرستاده، گفته ایشونو امشب تو خونتون راه بدید، بمانه تو خونه شما، شب بمانه، بلکه مثلا صحبت کنه، کار پا بگیره. پدر دخترم آدم زرنگی بود، اگه پیغمبر فرموده باشه ما حرف پیغمبر رو زیر پا نمیذاریم. چشم، حالا سر این آقا رو گرم کردن، بلند شد اومد پیش پیغمبر بلا فاصله. مدینه کوچیک بود، یا رسول الله فلانی آمده میگه شما بهش گفتی امشب تو خونه ما بهش جا بدیم بمانه، پاسخ مثبت بدیم،
انقدر رسول خدا ناراحت شد که در روایت داره رنگ حضرت سرخ شد، دستاشو آورد بالا که تو روایت داره زیر بغلای پیغمبر بلند پیدا شد و فرمود دروغ میگه، دروغ میگه. بعد فرمود من کذب علی متعمدن فلیتبوع مقعده من النار، که آقایون عزیز، خواهران گرامی، سروران فاضل در جلسه، میدونید این حدیث از احادیث متواتره، یعنی بیش از 60 تاریخ داره این حدیث، حدیثیه که شیعه و سنی همه نقل کردن، حتی یکی از نویسندگان اهل سنت روی این حدیث یک کتاب نوشته. فرمود هر که بر من عمدن دروغ ببنده جاش جهنمه، من کذب علی متعمدن فلیتبوع مقعده من النار. خب اینا چند جا تو قرآن روی این مسئله تأکیده، یکیش سوره حجرات لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. پس اولین نکته ای که از این آیه استفاده میکنیم، مسلمان باید تسلیم باشه. این تقاضایی که حضرت ابراهیم از خدا کرد، گفت خدایا ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدایا من و پسرم اسماعیل رو تسلیم قرار بده و امت بعد از ما رو تسلیم حکم خدا قرار بده. بله، ببینید ما بارها گفتیم تو اصول دین هر که هر چقدر شبهه داره حق داره بپرسه، چرا خدا هست، صفات خدا چیه، عدالت معناش چیه، چرا پیغمبر میخوایم، معجزه برای چیه، چرا 12 امام، چرا امیرالمومنین امامه، تمام اینا تحقیقیه. اما بعد از پذیرش دیگه نسبت به احکام، جزئیات، مسلمان باید تسلیم باشه. آمد یک کسی خدمت امام صادق علیه السلام، یک گروهی آمدن خدمت امام صادق، بعد به امام صادق عرض کردن یا ابن رسول الله، ما تو شهرمون یه آقای اسمش کلیبه، این داستان در کافی شریف اومده، ما تو شهرمون یه آقای اسمش کلیبه، این خیلی شما رو دوست داره، خیلی به شما ارادت داره، هر چی شما میگی میگه چشم. مثلا بهش میگیم امام صادق فرموده فلان چیز حلاله، میگه باشه، حرامه، باشه، دیه اینطوره، ارث اینطوره، اصلا انقلت نمیاره، اعتراض نمیکنه، انقدر مطیع شماست که ما خودمون یه اسم براش گذاشتیم، بهش میگیم کلیب تسلیم، اسمشو گذاشتیم کلیب تسلیم، یعنی این همون آدمیه که هرچی امام صادق میگه قبول میکنه. امام صادق علیه السلام فترحم علی، فرمود خدا رحمتش کنه، خدا حفظش کنه، دعا کرد براش. فت فرمود اتدرون ما تسلیم، میدونید این آدم کیه؟ تسلیم یعنی چی؟ فرمود هو والله الاخبات. ما کلمه ای تو قرآن داریم به نام اخبات، مخبت. عزیزانی که زیارت امین الله میخونید دیدید اونجا میگیم اللهم ان قلوب المخبتین الیک والهه، قرآن هم میفرماید و بشر المخبتین. مخبت یعنی کسی که تسلیمه، تسلیم محضه. فرمود این جزو مخبتینه، چون خدا تو قرآن به پیغمبر میگه به مخبتین بگو شما میرید بهشت، اهل بهشتید. خب این اولین مطلبی که من میخواستم از این آیه استفاده کنم. مطلب دومی که از این آیات استفاده میکنیم، برادران عزیز، خواهران گرامی، حدود 300 تا آیه تو قرآن راجع به منافقینه، حداقل 13-14 سوره قرآن از منافقین صحبت کرده، یک سوره مستقل تو قرآن سوره منافقونه. و نفاق خطری است که پیغمبر خدا به امیرالمؤمنین فرمود، نامه 27 نهج البلاغه رو نگاه کنید، من آدرس میدم، خود امیرالمؤمنین یه نامه نوشته به محمد ابن ابی بکر، که محمد ابن ابی بکر در واقع مدتی استاندار، حکم استانداری مصر براش خورده بود. خب ایشون از علاقه مندان به امیر المومنین بوده، خیلی حضرت رو دوست داشت، در شهادتش هم امیر المومنین خیلی متأثر شد. در این نامه‌ای که به محمد ابن ابی بکر نوشته، امیر المومنین می نویسد
پیغمبر خدا به من فرمود علی جان من از مشرکین بر تو نمی ترسم. مشرک جبهش روشن، خدا رو منکره. از مؤمنم نمی ترسم، مؤمنم تو رو قبول داره. ببینید عبارت رو براتون بخونم، این نامه 27: ولکن اخاف علیکم کل منافق الجنان عالم اللسان یقول ما تعرفون و یفعل ما تنکرون. الله اکبر. نگرانی پیغمبر رو ببینید آقایان، خواهران، جوانها، نگرانی پیغمبر از شرک نبوده، از نفاق بوده. علی جان من میترسم از اون منافقی که تو قلبش نفاقه اما زبونش خوشه، همچین چرب زبانی میکنه، همچین دفاع میکنه، همچین تو زبانش قربان صدقه شما میره اما تو دلش هیچی نیست. فرمود یقول ما تعرفون، حرفایی میزنه که شما خوشتون بیاد، آشنا باشید، عملش خلاف حرفای شماست. بله اسم میبره، اسم میبره از علما، بزرگان، همه چیز توی ادعاهاش، ادعای عرض میکنم که خوب میکنه اما تو عملش خلاف عمل میکنه. این یک شاخصه برای تشخیص منافقه. منافق اونه که تو گفتارش بر اساس ارزشها حرف میزنه، تو عملش ضد ارزشی عمل میکنه. تو گفتارش حرفی میزنه که متدینین، انقلابیون، مؤمنان میپسندن اما وقتی عمل کرد میبینی نه، این عمل کرد با اون حرف جور در نمیاد، این نشانه نفاقه. لذا من اینجا 10 تا از علائم منافقین رو یادداشت کردم، فهرستوار برای شما میگم. اینا خیلیه، 10 علامته، ولی این 10 رو برای شما میگم یه مقداری شناختمون نسبت به نفاق بیشتر بشه. 1، چند چهرگی. قرآن میفرماید منافق اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا، پیش شما بیاد میگه مؤمنم. و اذا خلوا الى شیاطینهم، پیش منافقا که میره قالوا انا معكم، میگه من با شمام. این که نشد، گفت 2 دعوا میکردن، به یک کسی گفتن نظر بده، نه اینکه ایشون هم هر دوشون با هر دوشون رفیق بود دیگه. گفت چی بگم؟ به اولی گفت، به اون شخص اول گفت حق با شماست ولی هر چی ایشون میگه درسته، یعنی اون دومی. این چطور میشه آقا؟ 2 دعوا کردن، حق با شماست ولی هر چی این طرف دوم میگه درسته. این نمیشه، این جور موضع گیری از ترسه، این جور موضع گیری از عرض میکنم که عدم ایمانه. فرمود منافق 2 است، تو مسجد و خدمت آقا و خدمت مراجع و بحث خمس و حتی ممکنه بیاد خمسش هم تقدیم کنه، روزه هم بیاد، حرم هم بیاد، ادعا هم بکنه، اما وقتی تو جلسات و پارتی ها و برنامه های خودشون میره با اونا هماهنگ. 2، فریب. یخادعون الله، منافقین میخوان سر خدا هم کلا بذارن. خدا که کلا سرش نمیره، خدا میفرماید کلا سر خودتون میره. 3، بهانه جویی. مشونت نمونه شو گفتم، به پیغمبر میگه اعدل اعدل، بهانه جوه. چرا اینجا جنگ احد وقتی مسلمان ها شکست خوردن 300 از منافقین رو عبدالله ابن ابی جدا کرده بود، میگفتن ها اگه تو مدینه می جنگیدیم پیروز می شدیم، کی گفت بریم احد؟ به شما چه ربطی داره؟ پیغمبر فرمانده است، تصمیم گیر ایشونه. اینا منافقینه، بهانه جو، تحمل نداره. شما سوره معارج رو ببینید، علامه بزرگوار، علامه امینی از 30 از علمای اهل سنت آدرس میده که این سوره قصهش اینه. وقتی قدیر اتفاق افتاد، خبر پخش شد توی شهرها که پیغمبر امیر المؤمنین رو به عنوان جانشین خودش قرار داده، اینها عرض میکنم خبر رسید به یه آقای به نام نعمان ابن حارس یا حارس ابن نعمان، حالا هر دوشو نقل کرده، که پیغمبر گرامی اسلام علی ابن ابی طالب رو به عنوان جانشین خودش قرار داد. اونقدر ناراحت شد، گفت، اومد به پیغمبر عرض کرد من حاضرم عذاب بیاد بمیرم ولی نبینم شما این کارو کردی. چقدر بعضیا خبیثن. سوره نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع،
قرآن میفرماید این سائل تقاضای عذاب کرد، به حضرت نوح میگفتن اینقدر با ما بحث نکن، فاکثر تا جدالنا، نفرین کن ما بمیریم اما حرفاتو رو نشنویم. این منافقه. چهارم، قرآن کریم میفرماید منافق دروغ میگه. دروغ شاخصه مهم منافقه. قرآن میفرماید ان المنافقین لکاذبون، خدا شاهده منافق دروغگوه. والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. پنجم ویژگیش فراموشی یاد خداست. نسی الله فنسیهم، با خدا کاری نداره، خدا بهانشه، خدا ابزارشه، خدا دکان و دستک و دفترشه، میخواد از این طریق به اهداف خودش برسه. ششم ریا، منافق نمازم میخونه. قرآن میفرماید اذا قاموا الی الصلاة، وقتی وای میستن به نماز با کسالت، یراعون، با ریا نماز میخونن. هفتم انعطاف ناپذیره، که انهم خشب مسنده، حرف تو کتش نمیره، هر کارش کنی حرف خودش رو میزنه. هشتم ادعای اصلاح هم میکنن، بهشون میگن بابا فساد نکنید، میگن انما نحن مصلحون، ما اصلاح میکنیم، ما داریم کار رو پیش میبریم. نهم قرآن کریم میفرماید نهی از معروف میکنن، الله اکبر، امر به منکر میکنن، به جای اینکه از یک کسی که امر به منکر میکنه حمایت کنن، میکوبن، منکر رو ترویج میکنند، این خیلی زشته. قرآن میفرماید المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، به جای اینکه تو جامعه از متدینین دفاع کنند، از معروف دفاع کنند، از منکر دفاع میکنند. این ویژگی منافقه، از فساد دفاع میکنند. عرض میکنم آخرین نکته هم استفاده از مقدسات. قرآن میفرماید اتخذوا ایمانهم جنه، قسمم میخورن، خدا و پیغمبر و دینم ازش مایه میذارن، ولی بدانید منافق منافقه. خدا به پیغمبر میفرماید، به رسولش حضرت محمد صلی الله علیه و آله، اگر برای اینها طلب استغفارم کنی قبول نیست. چرا؟ پیغمبر اینها قابلیت استغفار ندارن، قابلیت بخشش ندارن. نفاق پدیده خطرناکی است که بیشترم تو مدینه شکل گرفت، مکه کمتر نفاق داره، مکه بیشتر شرکه، نفاق تو مدینه بیشتر شکل گرفت. خدا به پیغمبر به صراحت میفرماید و من اهل المدینه مردو علی النفاق، همین مردمی که دور تو رو گرفتن یه مشتشون منافقه. لا تعلمهم، شاید تو هم اینا رو نشناسی، به طور طبیعی نمیشناسی. چرا؟ از راه غیب وحی پیغمبر میتونست بشناسه. همینها بودن که عده‌ایشون تو لیله عقبه قصد ترور پیغمبر رو داشتن. پیغمبر مرتب قرآن تذکر میده حواست به منافقین جمع باشه، توجه داشته باش، پدیده نفاق پدیده خطرناکیه. به هر حال این آیات چهارگانه‌ای که امروز خدمت شما عرض کردیم در رابطه با موضوع منافقین و بحث تسلیم، انشاءالله خداوند شر منافقین رو به خودشون برگرداند، جوامع اسلامی رو از شر نفاق حفظ کند و همه ما رو تسلیم فرمان خودش قرار دهد. السلام علیک یا نبی الله. روز شنبه متعلق است به پیغمبر خدا، دلها رو همینجا روانه کنیم کنار مدینه. یا رسول الله، ما که از زیارتتون محروم شدیم، مردم ایران نه امسال عمره تونستن بیان نه حج میتونن بیان، اما ما از همینجا محضر شما عرض میکنیم السلام علیک یا ابا القاسم، یا رسول الله، یا امام الرحمه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله
اشفع لنا عند الله. زهرای مرضیه می آمد کنار قبر بابا، صدا می زد بابا من فاطمه ام، هر وقت می آمدم بر می خواستی، از من استقبال می کردی، چی شده بابا؟ کنار قبرت میام اما صدا تو نمی شنوم. از اشتد شوقی زرت و قبرک باکیا، انوه و اشکو ولا عراک مجاوبی. شبی که پیغمبر رو به خاک سپردن، انس ابن مالک میگه ما از حجره پیغمبر آمدیم بیرون، دیدیم یه بانوی داره عشق میریزه، متوجه شدیم حضرت زهرا سلام الله علیها است. فرمود انس پیغمبر رو خاک کردید، به خاک سپردید؟ عرض کردیم بله بانوی بزرگوار. فرمود چطور طاقت آوردید سنگ لحد رو بدن پیغمبر، خاک رو بدن پیغمبر بریزید؟ یا فاطمه طاقت خاک رو بدن بابا ریختن رو نداشتید، اما کربلا نبودی ببینی 10 نفر اسب به بدن حسینت دوانیدن، کاری کردن جلو چشم دختر. امام سجاد فرمود به اندازه نگین یک انگشتر جای سالم به بدن بابایم نبود. هر کجا نشستید 3 مرتبه یا حسین،